در حضور عزیزان و سروران گرامی هستیم در ادامه مباحث مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به انتهای مجلس و در مجلس هفتم ادامه می دهیم آنچه از قبل مانده است. مولانا در اینجا حدیثی رو از پیامبر از زبان جناب حسن بصری رضوان الله تعالی علیه بیان فرمود که خداوند وقتی که عقل را آفرید به او گفت بنشین، پس نشست. گفت ای عقل برخیز، برخاست. گفت جلو بیا، آمد. گفت عقب برو، رفت. گفت سخن بگو، سخن گفت. گفت خاموش باش، عقل خاموش شد. گفت ای عقل نگاه کن، نگاه کرد. گفت نگاه نکن، روی برگردان. عقل روی برگردان. به عقل فرمود بفهم، فهمید. و سپس فرمود سوگند به عزتم و جلالم و عظمتم و کبریا و سلطان و جبروتم و علوم و ارتفاع مکانم و استوایم بر عرش و قدرتم بر خلق، هیچ چیزی را گرامی تر از تو ای عقل نیافریدم و دوست داشتنی تر و محبوب تر از تو ای عقل نیافریدم. به واسطه تو ای عقل من، یعنی خدا، به واسطه تو شناخته می شویم و به واسطه شناخته می شوم. من به واسطه تو عبودیت می شوم و به واسطه تو اطاعت می شوم. به واسطه تو می بخشم، عطا می کنم و به واسطه تو عتاب و عذاب می کنم. ثواب از آن توست و عقاب بر توست. خب در ادامه راجع به میزان و بحث مصطفای میزان سخن گفت، ما هم به شکل کامل بحث کردیم. اکنون در ادامه آن می فرماید که دعوی عشق کردن آسان است. ما در صفحه 56 هستیم در این نسخه. دعوی عشق کردن آسان است، لیک آن را دلیل و برهان است. خب میگه ادعای عشق کردن خیلی آسانه، همه میتوانن ادعای عشق بکنن، اما عشق دلیل و برهان میخواهد. مولانا در جاهای دیگر میگوید که دلیل و برهان عشق چیست. خیلی از عاشقان و عارفان گفتن که دلیل و برهان عشق فراوان است. یکی زردی رخسار است. کسی که عاشق است رخسارش زرد است. دلیل دوم نبود آرزوهاست. آرزوها و تمنیات در وجود او راهی ندارد، هیچ آرزویی ندارد. کسی که عاشق است هیچ آرزویی ندارد. و کسانی که آرزویی و یا آرزوهایی در دل دارند، اینان بدانند که عاشق نیستند. حالت سوم آن است که از هیچ چیزی شاد نمی شوند. در این جهان از هیچ چیزی خرسند و شاد نمی شوند. اگر دیگران با به دست آوردن پول شاد می شوند، عاشق شاد نمی شوند. اگر مقام به دست بیاورد انسانهای عادی شاد می شوند، او شاد نمی شوند. اگر به آنچه می خواسته است برسد در امور دنیاوی شاد نمی شوند و غمگین هم نمی شود. از دست دادن هیچ چیزی او را غمگین نمی کند و در دنیا اصلا غم را نمی شناسد. دنیا با همه غمهایش با او بیگانه است. و موارد دیگری دارد که اکنون مولانا به برخی از آنها عنایت می فرماید. ای اصناف درخت و انواع نبات. اصناف صنفها یعنی گروهها. ای انواع درخت و انواع گیاهان، نبات رویدنی گیاه،
که دهانها گشاده اید و زبان دعوی جنبانیدید. جنبانیدید یعنی شما جنبانیدید، تا هم امان به جای ضمیر است اینجا و سبکیست که در آن زمان معمول بوده است. میگه تمامی گیاهان دهانشان را باز کردند، چه کنند؟ از غذا تغذیه کنند، از غذا و آب چیزی به آنها برسد. دهانشان را به سوی آفتاب گرفتند که بتوانند فتوسنتز کنند و غذایی به دست بیاورند، ادامه حیات بدهند. و زبان دعوی جنبانیدید، زبان ادعا گشوده اید. اینک ترازو بیارید تا معنوی از مدعی ظاهر شد. حالا از کجا بدانیم چه کسی عاشق است؟ همه که ادعای عشق دارند. بیاییم ترازو بیاوریم، میزان بیاوریم، تا اینکه مدعی از معنوی متمایز شود. معنوی کسی است که به دنبال معناست، مدعی کسی که ادعای معنا دارد ولی از معنا بیخبر است و هیچ نسبتی با معنا ندارد. غالب کسانی که ادعای معنویت دارند اهل معنا نیستند، معلسه ای کاش بودند. اما غالب اشخاصی که مولانا که معتقد است از هزاران یک نفر صوفی بود، از هزاران یک نفر معنویست، بقیه ما بقی در سایه او میزیند، بقیه در سایه وجود آن صوفی حقیقی زندگی میکنند و عنایات ربانی به واسطه آنها شامل اینها میشود. اولیای الهی اگر در میان ما نبودند، خداوند آن الطاف خفیه و رحمات ربانی خود رو بر ما ارسال نمی فرمید. از هر هزار نفر که ادعای معنویت می کنن، یک نفرش شاید اهل معنا باشد و بقیه آن 999 نفر در سایگاه او زندگی می کنن، در سایه توجه آن شخص به سر می برند، فقط مدعی هستند. و این ادعا بسیار فراوان است. مشهور است که حضرت امام صادق علیه السلام در حجی شرکت فرمود، از مدینه تشریف برد به مکه و شخصی از صحابه آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد که میبینید الحمدلله امسال حج تمتع بسیار عظیم شده است، چقدر مردم دارند طواف میکنند، چقدر مردم دارند نماز میخوانند، چقدر اینها عجیبند. معلوم است که اینها خیلی زجه هم میزدند، ناله هم میکردند، دعا میکردند، صدای الغوث و الغوث و صدای یاربه یاربه تمام آسمان بیت الحرام را گرفته بود. حضرت که چشم حقیقت بینشان، چشم بصیرشان همین ها رو میدید، سخنی فرمود بسیار عجیب. فرمود ما اکثر زجیج و اقل الحجیج. چه فراوان است زج زنندگان، ناله کنندگان و مدعیان، آنان که ادعای حج می کنند، ادعای این را دارند که در محضر خدا هستند، چقدر زجه می زنند، ناله می زنند. و اقل الحجیج، و چقدر کم هستند کسانی که حج واقعی بر جای می آورند. و این قصه همان است، در قرآن هم ببینید می فهمند اکثر هم لا یعلمون، اکثریت مردم، حتی آیاتی که با مؤمنون یا ایها الذین آمنو شروع می شود هم باز در آنجا هم ما می بینیم گاهی هست که اکثر هم لا یفقهون، اکثریت بشر، اکثریت انسان ها نمی فهمند، اکثر هم لا یعلمون، اکثر این مردم
علم ندارند. حال میخواهد خوششان بیاید یا بدشان بیاید. نظر قرآن این است. نظر قرآن این است که اکثریت انسانها نمیفهمند. نظر قرآن این است که اکثریت انسانها تعقل ندارند، عقل ندارند. و اگر عقل داشته باشند از آن عقل استفاده نمی کنند، بهره نمی برند، تعقل نمی کنند. قرآن متعمد و اکثر هم لا یتفکرون، اکثریت مردم تفکر نمی کنند، همین طوری کاراش انجام می دن. چیزی که در میان انسان ها این 7 میلیارد انسان بسیار اندک است، تفکر است، تعقل است، اندیشیدن است. مدعی از معنوی معلوم شود. آن ترازو کدام است؟ با چه ترازوی ما میتوانیم مدعی رو از معنوی تشخیص بدهیم؟ یکی باد است و یکی آب. در مورد گیاهان آن ترازو باد و آب است. هر برگی که سنبله‌ای داشت و میوه‌ای داشت و قیمتی داشت و قامتی داشت، ترازوی باد و آب آمد تا هنر او را و گوهر او را در عالم آشکارا کنه. خب میگه هر گیاهی که سنبله ای داشت، سنبلی از او پدید آمده بود، میوه داشت، قیمت داشت، قامت داشت، رشد کرده بود، ترازوی باد و آب می آمد، آب و باد او رو در امتحان می گرفتن. محک آب و باد می آمد تا معلوم شود که کدامشان حقیقی هستند، کدامشان معنوی هستند، گیاه حقیقی هستند. یک مثقال ذره از هنر هیچ درختی و گوهری پنهان نماند. به اندازه و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. مثقال یعنی سنگینی. هر کس به اندازه سنگینی یک ذره، ذره هم گفتن آن چیزهایی است که آن غباری است که در هوا دیده می شود و انسان وقتی نوری میتابد آن وقت میتواند بفهمد آن ذره های بسیار ریزی که در هوا است، به آن میگن ذره. به اندازه سنگینی آن ذره چقدر است؟ مثلا میلیون ها از آن وزنی ندارد اصلا. به اندازه مثقال ذره خیرن، اگه خیر کند یرهو، میبیند آن خیر را، و اگر شر کند آن را میبیند. ترشی نماید که وجوه یوم ازن باسره. خیلی زیباست. میگه آن میوه رو میخوری، میوه میگوید من شیرینم، میخوری میبینی که ترش است، ترش نامناسب است. خب آنجا وجوه یوم ازن باسره، یک چهره هایی هستند در آنجا ترش رویند، اخمو هستند. خیلی زیباست. با خودم قرار گذاشته بودم که بدون توضیح رد شدم اینها رو که شاید زودتر برسیم، اما گویا حیف است این رو من شرح نکنم. این که می فرماید وجوه یوم ازن باسره، یه جا هست که ناظره، ناظره یعنی خوشحاله. یک سری چهره هستن در روز قیامت، اینا خوشحالن، خندانن، یعنی چهره بهشتی خندان است. یه وجوه هم هست که باسره هست، یعنی چه؟ یعنی اینجا ترش رویند، اینها اخمو هستن. اخم نشان جهنم است، نشان دوزخ است. این را ما بدانیم، اگر چهره من خوش رو باشد، خوش باشد، چهره من با لبخند باشد، ما اهل بهشتیم. از همین دنیا معلوم است. خوش اخلاق باشیم، چهره گشاده داشته باشیم، بشر وجه داشته باشیم. پیامبر فرمود که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن بشرش و بشارتش، خوشحالیش در چهرهش است. ما
به راحتی میتوان گفت ما مؤمن عبوس نداریم. کسی که عبوس است خود میگوید من ایمان ندارم. کسی که چهره در هم میکشد به هر دلیلی که باشد عبوس است، او مؤمن نیست. مطمئن باشد، هیچ شک نکنه. کسی که چهره عبوس رو در همه ترش رویی میکند، اخ میکند، عصبانی است، او مؤمن نیست. ممکن است مسلمان باشد، شهادتین رو بر زبان آورده باشد، اما مؤمن نیست. المؤمن و بشره فی وجه، من خیلی غمگینم، من خیلی اندوه دارم. حزنه فی قلبه، حزنش را در قلبش برای خودش نگه می‌دارد و شادیش را در چهرهش برای دیگران نشان می‌دهد. ما برعکس می‌کنیم، خوشحالی من را در درون خودمان نگه می‌داریم، هی باهاش به قول خودمان حال می‌کنیم. خوشحالی بله یک حادثه خوب است، اتفاق افتاده، هی در درونمان این رو این ورمور می‌کنیم. اما حزنمان در قیافمان هست، در ظاهرمان هست. این نشان ایمان نیست. بعضی ها گمان بردن هرچه ابرو در هم رفته تر و چهره عبوس‌تر باشد او مؤمن تر است. نه، او کافر تر است. مطمئن باش، مؤمن اگر هستیم میبایست که بشرا داشته باشیم در بچه‌مون. اگر هم تا اکنون نداریم باید امتحان کنیم. چرا ما لبخند زدن رو بلد نیستیم؟ البته خب نه در برابر کسانی که ممکن است مرضی داشته باشند. مثلا یک لبخند باعث شود که آنها در توهم بیفتند، خصوصا در مورد بانوان این مسئله خب یک مقدار بایستی رعایت بشود و اگر این لبخند بر چهرهشان باشد ممکن است یتمو، قرآن گفت یتمو من الذی فی قلبه مرض، کسی که در قلبش مرضی است او طمع کنه. خب آن هم در جای خودش با اهل خانواده، با آنهایی که محرم او هستند، با آنها با گشاده روی رفتار کند. هرگز کسی که عبوس است و خود را گرفته از اهل ایمان نیست. او البته اهل آتش است، در همین جهان برای خودش جهان را آتش کرده است، جهنم کرده است. مطمئن باشد این شخص در آخر هم اهل جهنم خواهد بود، شک نکنید. چرا ما بشر بچه نداریم؟ چرا با همه بد نگاه میکنیم با دیگران به خوبی و خوشی و با مهر و محبت رفتار نمیکنیم؟ غیر از کسانی که احتمال مرض قلب در آنها میرود، بقیه افراد میبایست که این بشرا باشد که خدای نکرده وجوه یومئذ باسره نباشی، وجوه یومئذ ناظره باشی. شیرین شیرینی بنماید، تلخ تلخی می نماید، وجوه یومئذ باسره. شیرین شیرینی نماید که وجوه یومئذ مسفره. بعضی ها مسفره خواندن، یعنی دو نوع قرائت هست. من مسفره رو بیشتر میپسندم. خب حالا قرائت های متفاوت هست، یکی ممکن مسفره هم بخواند، هیچ ایرادی هم ندارد. گویی که خیلی ها مسفره خواندن، خیلی از اهل روایات مسفره خواندن. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. خیلی زیبا، ضاحک است، میخندد، لبخند بر لب داره. مستبشره، بشر وجه دارد، یعنی طلب بشارت میکند. اصلا گشاده رویی هم از بشارت است. گشاده رو کسی است که ما بشارت عشق و محبت و نیکی میدهد. قرآن فرمود که چهره هایی در آن روز بسیار شادمان هستن، مسفره هستن یا مسفره. ضاحکتون مستبشرتون، اینا ضاحکه هستن، میخندن و همواره با بشارتن، اینها همواره خوشرو هستن. ما مؤمن عبوس نداریم. هر کس خود را به عبوسی میزند و خود را نام خودش را
مؤمن میگذارد همین میزان است، همین دلیل است بر عدم ایمان او. مؤمن چرا باید ناراحت باشد؟ مؤمن اگر ایمانش حقیقی است چرا نباید لبخند بزند؟ چون در جوار حضرت حق متعال است چرا باید شادمان نباشد؟ کافر باید غمگین باشد، کافر باید اهل غم باشد که از آن معشوق دور افتاده است. کسی که با آن معشوق ازل و ابد همواره همراه است، او شادتر از او در جهان کیست؟ آنچه بیخ آن درختان در زمین در تاریکی آب و گل هنری و معنی داشت و حلال صاف می‌خوردند یا حلال صاف می‌خوردند و از مخالف تیره پرهیز می‌کردند و در خود گوهری و هنری می‌دیدند که دیگران آن نمی‌دیدند، می‌گفتند که دریغ که ما در زیر زمین چنین هنرها داریم و چنین موزونی‌ها و خوبی‌ها داریم و از جناب حق چنین عنایت‌ها داریم و بیخ‌های دیگر از این خبر ندارند، ریشه‌های دیگر از آنچه ما میگیریم خبر ندارند. دریغا روز بازاری بودی تا ما جمال خود بنمودیم، تا نقضی ما بدیدندی و زشتی دیگران بدیدندی. خب گیاهانی هستند که ریشه هایشان را در خاک فرو کردند و از حلال میخورند و صاف و پاکیزه میخورند، یا حلال هم بگوییم، مثلا آب حلال است، حل می کند آن مواد مغذی رو در خود و اینها آب رو معمولا در آبندها می کشند و سلول ها از این مواد مغذی از این عناصر که در خاک هست استفاده می کنند، عناصر حلال در خاک، و حلال صاف می خوردند و از مخالف تیره پریز می کنند. چیزی هم که مناسب نبود از او پرهیز میکردن، از عناصر نامناسب دوری میکردن، فقط عناصر خوب را جذب میکردن به ریشه درخت و این درخت ها بزرگ میشدن. خب میگوید ریشه های دیگر خبر ندارن که ما چه زحمت میکشیم، ما حلال میخوریم، صاف میخوریم، پاکیزه میخوریم، اما یک عده هرچه به دستشان آمد میخورن. کی معلوم می شود؟ میزان چیست که معلوم شود که ما چه بوده ایم و دیگران چه بودند؟ مولانا آن مثال مشهور لقمان رو می زند همه شنیده ایم. روزی بزرگ غلامان، سرور غلامان که 10 نفری بودند، 10-15 نفری غلام داشت یک مولا، و لقمان، حضرت لقمان هم جز این غلامان بود. این لقمان رفت میوه ها چید از جایی خیلی فراوان آورد، یکی از آنها آمد اینها رو خورد. این مولا گفت که چه کسی خورده است؟ آن بدگو گفت که لقمان خورده است، این میوه هایی که آورده بودیم لقمان خورد. مان که چه کند؟ به هر کدام از آنها مقدار متنابهی آب خورانید و گفت بدوید. این غلامان رو، اسب رو در پیشان گرفت، غلامان رو در جلو می دوانید تا اینکه هر کدام در گوشه‌ای افتادند و تمامی آنچرا که خورده بودند از میوه ها همه را بالا آورد. مولانا میگوید اما از آن مولانا صاف بود، گوارا بود، چون او فقط آب خورده و میوه حرام نخورده. آنجا معلوم شد قدر لقمان. مولانا میگوید آخرت هم چنین است، آخرت این دوزخ، این عذابهایی که هست چنین است، آنچرا که همه خوردن بالا میآورند تا معلوم میشود که هر کس که در او غش هست، آلودگی هست معلوم شد. ایشان را از عالم غیب جواب می آمد که ای محبوسان آب و گل. به ما می گوید ما محبوس آب و گل هستیم،
بر کار باشید و هنر حاصل کنید. کار کنید و هنر عشق ورزیدن داشته باشید. دل شکسته مباشید، دلتان هم نشکند که هیچ کس ما را نمیشناسد. ما در این قعر زمین هی داریم حلال میخوریم، صاف میکنیم، اینقدر زجر میکشیم، اونا هرچی دستشان آمد میخورند، پس چه خواهد شد آخرش؟ مانند یک عده که در این دنیا هی نگاه میکنند این ور اون ور، میبینن همه دارن حرام خوری میکنند، ولی این نمیخواهد حرام بخورد. او اهل حرام خوردن نیست، اهل حلال است. هی در دلش ناراحتی است که خدایا این چه وضعیه؟ ما به دنبال کار درست میرویم، دروغ نمیگوییم. کسانی که دروغ میگویند کارشان برقرار است، اینها پیش میروند، دروغ میگویند مقام میگیرند، دروغ میگویند مال به دست میآورند. ما که صادقیم، ما که درست راستگو هستیم، از همه عقب ماندیم، چه میشود؟ این دغدغه همه مؤمنان بوده است. مولانا میفرماید که اشکال ندارد، آن میزان در جای دیگری معلوم می شود. میزان نزد حضرت رب است، او به ما خواهد گفت که چگونه هست. آن میزان در آن یوم اذن ها هست. دل شکسته مباشید، دلتان نشکند که ما این همه کار خوب می کنیم، نتیجه چی؟ چه فایده دارد؟ این همه ما راست میگیم، همه دروغ میگن، همه دروغگوها پیشرفت میکنن در زندگی مادی، ما که راست میگیم همش عقب میمونیم و واقعیت هم اینه. ما ترسید که هنرهای شما پنهان نماند. هنر شما پنهان نمیماند. هنر حلال خوردن، هنر صاف و درست خوردن پنهان نمیماند. که این گوهرها و میوه ها در خزینه وجود شما نهادی. در خزینه وجود شما اینها هست و شما را از خود خبر نبود. شما از خودتان خبر نداشتید که ما خیلی چیزها را در درون شما، این خوبی، این پاکی، این صفا، این صدق و راستی را ما در درون شما قرار دادیم، ولی شما خبر ندارید. نگران نباشید، روزی همه آنها از درون شما بیرون خواهد آمد. یعنی آن میوه های پرثمر، آن میوه های شیرین در درون آن درخت ها هست، ولی هنوز بر نیامده است. آن میوه ها را هنوز نمی بینیم، ولی روزی خواهیم دید آن میوه ها را. آن وقت خواهند گفت که ای عجب، این همه سیب شیرین در درون ما بود و ما نمی دانست. این همه ثمره و نتیجه عالی در درون ما بود به واسطه صاف خوردن و حلال خوردنمون. این در غیب علم ما بود، ما در غیب به این علم داشتیم. و این هنرها و خوبیها که شما امروز در خود میبینید، پیش از آن که اینها در وجود شما درآید، در دریای غیب این گوهرها میتافتند و به سوی خزائن خاکیان میشتافتند. قبل از این که ما به وجود بیاییم، همه این مکنونات، همه این در گوهر رو، همه این میوه های گرانبها ها و شیرین رو در درون ما نهاده بودن. ما چون این خاصیت نهاده ایم، سنت الهی همین است. ما چون این خاصیت نهاده ایم در هر صاحب هنری و هر پیشوری و هر استادکاری، از زرگری و جوهری و سیمیاگری و کیمیاگری و پیشوران و عالمان و محققان که همواره در جوش باشند و هنر خود آشکارا کنند. خب میگوید استادکارها، زرگرها، جواهرشناسها، سیمیاگرها، کیمیاگرها. سیمیا و کیمیا و لیمیا و هیمیا و ریمیا که پنج علم است که در کلهو سر جمع آوردند. کلهو سر یعنی همین ها سر است. کاف نشان داره کیمیا، لام لیمیا، ها هیمیا، سین سیمیا و را ریمیا. اینها پنج تا علم هستند که کیمیا مثلا این است که خاصیت مثلا زر به مس بدهد، هیمیا مربوط به علم ارواح است، سیمیا مربوط به علومی هست که میتواند تبدیل حالات و تبدیل شیء به شیء دیگر، تبدیل حالتی به حالت دیگر بکنند، و
اینها که در جای خود قابل توجه است. منظور این است که این پیشوران و عالمان و محققان همواره در جوشن که کار خودشان را نشان بدهند. آن جوش ما نهاده ایم و آن طلب ما نهاده ایم. خدا میگوید این که کسی بخواهد علمش را توسعه بدهد، آن خواستن و آن جوشش رو ما قرار دادیم. آن طلب ما نهادیم. آن طلبی که میخواهد هنر خودش را ابراز کند، آن طلب از آن ماست. و الا اگر آن طلب نبود، هیچ کس نمیخواست هنر خودش را ابراز کند. صنعت خود را و استادی خود را و علم خود را و تحقیق خود را آشکار کند. که ایشان بیقرار شده اند. ایشان این عالمان و محققان به خاطر همین بیقرار شده اند. این همه فقیه بزرگ داریم، همه میخواهند آنچه را به دست آورده اند به اطلاع دیگران برسانند. این شور و طلب رو ما قرار دادیم. همچون دختران نوبالغ در خانه ها چادر و جمال می آرایند. دخترانی که تازه به بلوغ رسیده اند، اینها چه می کنند در خانه ها؟ چادر به سر می کنند، جمال می آرایند، خودشان را می آرایند، در آینه می نگرند و می خواهند تا پرده بدرانند. هی در آینه نگاه می کند، می گوید عجب من زیبا شدم، من خیلی زیبا رو هستم، افسوس که کسی مرا نمی بیند، چه کنم که خودم را نشان بدهم، چه کنم این جمالم را آشکار کنم و جمال به خاص و عام بنمایم. هی می خواهد یه جوری از خانه بیرون بزند و جمالش را به این و آن بنماید، نشان بدهد که ببینید من چقدر زیبا هستم. این شور و این طلب را هم خدا قرار داده است در این وجود. چرا؟ چون که زیبایی و حسن قابل پوشش نیست. حسن از دیدگاه عرفا قابل پوشش نیست. اصلا خدا هم چون جمیل است، جمیل مطلق است، نتوانست که جمالش را بپوشاند. میخواست پوشیده باشد. خدا میخواست در سر باشد، نهفته باشد. اما جمال ذاتش چنین است که هرگز در مستر و هرگز در سطر غیب باقی نمیماند. این جمال به هر حال خود را نشان میدهد. پریرو عطار میفرماید پریرو تاب مستوری ندارد، چو دربندی ز روزن سر برآرد. از میان جان میگوید ما را به دم پیر نگه نتوان داشت. آن دخترکان نوبالغ که زیبایی خود را در آینه دیده اند میگویند ما را به دم پیر نگه نتوان. این پیر زن، مثلا مادرشان، مادر بزرگشان، پدرشان، اینها نمیتوانند ما رو در این کنج خانه محبوس کنند. ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در عالم دلگیر نگه نتوان. ما را در گوشه خانه نمیتوان نگه دارید. ما آزاد، هوای آزاد میخواهیم که برویم جمال من را بنماییم. وان را که سر زلف چو زنجیر بود، زلفش مانند زنجیر است که پای محبان و عاشقان رو در بند می کند، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. کسی که زلف زنجیری دارد، در خانه او را با زنجیر نمی توان نگه داشت. این یک اصله. برحال آن زنجیر را در خانه پاره می کند. یعنی اینکه محدودیت، یک موضوع اجتماعی هم هست در این حال. در این حال که یک موضوع عرفانی هست، یک و فراتر از آن را می گوید، یک موضوع اجتماعی هم هست که هیچ وقت نمیتوان کسی را در خانه نگه داشت با زور و با آنجا نرو اینجا برو. مع الاسف اکنون به جای اینکه ما تربیت کنیم فرزندانمان را، میگوییم آنجا برو آنجا نرو، حق نداری با فلان کس صحبت بکنی، حق داری با فلان کس سخن بگی. رفتار من رفتار آمرانه هست و این بدترین رفتاری است و بدترین تربیتی است که ما میتوانیم داشته باشیم. بدترین کار این است که به یک نوجوان بگویی آنجا نرو، این کار را نکن. اولا آن نوجوان اگر فرزند شما هست، از شما آموخته است.
اگر بدی میکند بدی را از شما آموخته است، از کسی دیگری نیاموخته. اگر خوبی میکند آن خوبی را از شما آموخته است. اگر اهل نماز روزه است، دیده که پدرش نماز میخواند، مادرش نماز میخواند، پدرش روزه میگیرد، این هم اهل نماز روزه است. نبیند نیست. شراب میخورد، پدرش شراب خورده است. سیگار میکشد، پدرش سیگار کشیده است. معتاد بوده است. اصل 90% امور تا 7 سالگی بچه تمام است. بیهوده خودمان را زجر ندهیم، زحمت ندهیم. اما اگر میخواهی تعلیم بدهی آن چیز دیگر، بیایی و به او صلاحش را بگویی، که البته باز هم گوش نخواهد کرد. باز هم 1000 تا سخن به او بگویی، از این 1000 تا شاید در مقابل شرم کند به شما بله بگوید، ولی در باطن آن را خواهد کرد که خودش میخواهد. میبایست که این تربیت ها درونی باشد، ذاتی باشد. در اسلام میگن که تربیت کودک قبل از ازدواج آغاز میشود، 2 سال قبل از ازدواج آغاز میشود. هرچه میخوری، نان حلال میخوری یا نان حرام میخوری، آن در بچت اثر خواهد گذاشت. گمان مبر که مثلا نان حرام ببری در خانه، بعد فردا فرزندت زاهد و عابد شود یا بچه خوبی شود، هرگز نخواهد شد. این همه دقت رو کردن به خاطر این یک لقمه حرام کافی است که او را کن فیکون بکنه. یک لقمه شبه دار کافی است او را از این طرف به آن طرف بکنه. بعد قبلا به فکرش می بودید، اکنون که کار از کار گذشته است، او به جاهایی رسیده است، از محیط خود، از پدر و مادر خود یاد گرفته است، دیگر بیهوده است. ممانعت هم هرچه بیشتر باشد، لج او بیشتر می شود و کجی او عمیق‌تر می شود. همان کار را می کند دور از چشم شما. این قصه البته چیز دیگری است. منظور این است که آن پریرو کتاب مسئول ندارد، خداوند است. خدا که زیبا هست، اولیای الهی که زیبا رو هستند، جمیلن، اینها تاب مسئول ندارن. باید اینها بیایند و از مستی دم بزنند. اینها باید بیایند از عشق، از زیبایی، از راستی، از صدق، از صفا سخن بگویند. کسی که صادق است باید از صدق سخن بگوید. کسی که جواد است باید از جود و بخشش سخن بگوید. کسی که باقر است باید باقر علم باشد، باید از علوم به همه جهان بدهد. کسی که سجاد است باید از سجده بگوید برای همه، از راز و نیاز بگوید. این اصل است. اصلی است که اولیای الهی هر کدام در آن وادی که هستند خود تلعلو یک الوهیت عینی و یک تجلی عمیق الهی هم. پس تقاضای همه خوبان و هنرمندان که می جوشند بر خود تا جمال و کمال خود بنمایند. یکی نقاش چیره دستی است، یک تابلو می خواهد تا هنرشان شد. یکی آواز خوبی دارد، یک جایی می خواهد آن آواز رو بخواند، بگوید من چه صدای زیبایی دارم، من چه تحریرهای عالی دارم. کسی که موسیقیدان خوبیست، نوازنده خوبیست، یک دستگاه موسیقی می خواهد، حواسش به این است که یه دستگاه باشد من بنوازم، همه ببینن هنرم را. کسی که نویسنده خوبیست می گوید که کتابی داشته باشم همه ببینن. کسی که هنرمند است می خواهد دیده شود. عکاس است، عکسی بیاندازه، عکسی را ثبت کند که فیلمساز است، فیلمی بسازد که خاص باشد. رقص میداند، طوری برقصد که همه ببینند. اینها اصول هنرهاست. همه این هنرهای هفتگانه شما عنایت بفرمایید، همه اش به خاطر این است که اینها میخواهند زمینه ای باشد تا ظهور کنند. همه علوم همچنین است. تقاضای همه خوبان و هنرمندان که می جوشند بر خود تا جمال و کمال خود بنمایند. درون خودشون یه جوشه چی هست که کمال خود و جمال و زیبایی خود را بنمایند،
دکانی میطلبند تا بر آن دکان هنر خود پیدا کنند. یک نمایشگاه میخوان که در آنجا باشد، دکانی میخواهد که صدایش را به نمایش بگذارد. آخرین تقاضاها از آب بیخبر نیست، پوست و گوشت و استخوان را چه خبر از هنر. میگه این چه که آنچه که انسان رو به سمت هنر میبرد، یک نقاش رو، یک نقاش عالی رو به سمت هنر میکشاند چیست؟ آیا پوست و گوشت و استخوان است؟ پوست از کجا هنر را میفهمد؟ استخوان از کجا هنر را میفهمد؟ گوشت از کجا هنر را؟ آنچه میفهمد جان است، روح است. چنان که آن روباه در میان کشتزار دنبه ای دید آویخته. یک روباهی داشت در کشتزار میرفت، دید که یک دنبه گوسفند رو آنجا آویختن. گفت هر آینه اینجا دامیست و این فعل صیادیست که هرگز از کشتزار دنبه نروید. روباه بود، عقل داشت، گفت که شما کجا دیدید از کشتزار دنبه بروید، گوشت بروید؟ هرگز. معلوم است که این یک دام است، این رو باید بفهمد. روباه فهمید این فعل صیاد است که هرگز از کشتزار دنبه نروید. دنبه در میان کشتزار چه کار داره؟ دنبه داخل قابلمه هست، دنبه داخل آشپزخانه هست، میان کشتزار دنبه برای چه هست؟ معلوم است اینجا مشکلی هست. ما این مشکلات رو درک نمی کنیم. ما جایی می بینیم که چقدر همه چیز فراهم است، عقبش را نگاه نمی کنیم، در دام می افتیم، در دام هوا و هوس خود می افتیم. پس در عالم کشتزار نهاد آدمی که آنجا گوشت و پوست و استخوان روید، این همت ها و تقاضا چه کار داره؟ خیلی زیباست. میگه ای انسان، در کشتزار آدمی گوشت چه میکند؟ پوست چه کار میکند؟ استخوان چه میکند؟ این استخوان، این دنبه و گوشت رو برای دام ساختند اینجا. و این بدن ما دام شیطان است. مولانا میخواد این رو بگه. این بدن ما، این گوشت و پوست و استخوان ما که خیلی هم بهش علاقه داریم، یک خراشی بر روی پوست ما میفتد، میگه وای دستم خراشید، سریع آن را حل میکنیم. یک ذره چرکی اگر بیاید سریع دستمان را میشوییم. میخواییم خیلی پاکیزه و تمیز باشیم، خیلی آراسته باشیم. این ظاهر ما همان دامش، دامگاه شیطان است. این جسم ما دامگاه شیطان است. این جسم آمده تا روح ما را در بند بکشه. ولی افسوس که اغلب انسان‌ها از این بی‌خبرند. این همت‌ها و تقاضاها چه کار دارد؟ این تقاضای صفات پاک من است. صفت پاک من، صفت هنری که در من هست، آن صفت اقتضا می‌کنه. وگرنه گوشت رو چه به نقاشی و موسیقی و عکس و فیلم و رقص و اینها که به درد نمیخورد، مجسم سازی. آنچه که تقاضای این را از یک مجسم ساز میکند که یک پیکری به تراشد بسیار زیبا، آن تقاضای صفت درونی و صفت کمالی اوست، وگرنه پوست و گوشت و استخوان که این تقاضا را ندارد. تقاضای صفات پاک هنرمند. موسی علیه السلام سوال کرد در آن زمانی که 100,000 عجایب بر او تاختن آورد و حیران شد. موسی سوال میکرد، از بس عجایب بر او هجوم میآورد، نمیدانست، 100 تا رو نمیدانست، ولی خب میگفت لااقل این 101 رو بپرسم که علتش چیست. خیلی مکالمه دارد، عجایب به موسی میآمد، او هم توجه میکرد و علتش را میپرسید. او را از این عالم بدان عالم بردند، موسی را از این عالم به عالم دیگر بردند. عالمی حیات در حیات، زندگی در زندگی، روح در روح، نور در نور، ذوق در ذوق، موج میزد و لمعان میکرد. لمعان یعنی نور پی در پی بیاید، لمعه ها و پاره های نور پی در پی بیاید. گفت یا رب، ما از این عالمیم. موسی را که بردن به عالم ملکوت،
گفت خدایا من اصلا قبلا اینجا بودم، من شهروند اینجا بودم، مرا چرا آورده ای در این دنیا اسیر این بنی اسرائیل کافر کردی؟ ما از این عالمیم، شهر ما این است، معدن ما این است، همه صفات خوب ما از اینجا هست، در ملکوت است نه در ناسوت. از این کان و معدن بی پایان نقده وجود ما را بدان بازار، نقده وجود ما را بدان بازار تدراران چرا بودی؟ خدایا چرا این نقده های وجود ما، این زر، این طلا و نقره وجود ما را بردی به بازار تدراران، بازار دزدان؟ بازاری باشد آدم بداند که اینجا فقط دزدی میکنند، بازار خرید و فروش نیست، بازار دزدی است. انسان چه میکند؟ میگوید خدایا ما که اینجا بودیم، این همه خوبی و این همه معدن لطف و صفا و کرامت وجود داشت، چرا ما رو بردی به این بازار تراران و دزدان که هرچه داریم بدزدن، انسانیت ما و شرف ما و هویت وجودی، هویت الهی ما را بدزدن؟ چه حکمت بود چون این گوهر نفیس را بدان عالم خسیس بردن؟ خسیس چند معنی میتواند داشته باشد، یکی هم بیبها. خسیس کسیست که بیبهاست، کسی هم که خساست میکند، بخل میبرزد، او هم بیبهاست. این گوهر نفیس را بردی به نزد خسیسان که نگه دارند و این رو خرج حقایق نکنند. حق جل جلاله فرمود ای موسی، ای موسی کنت و کنز مخفی گن فاحببت ان اوره، من کنز مخفی بودم پس دوست می داشتم که شناخته شدم، گنجی بودم پنهان خواستم که مرا بشناسم. در اینجا هیچ کس نمی شناخت، در ملکوت همه می دیدن این گنج ها را، فکر می کردن همیشه باید در گنج باشن. اینها را فرستادم در بازار دزدان و طراران، در ناکجا آباد ناسود فرستادم تا اینها قدر زر و قدر گوهر و جوهر را بدانند. موسی گفت یا رب آنها که اهل گنج بودند می شناختند و می دانستند. موسی هم جواب داد که خدایا خب آنهایی که اهل گنج بودن میدانستن که در ملکوت اینها گنج هستن، و ماهی دریا را چون نداند؟ ماهی که درون دریا هست چگونه میتواند ماهی نشناسد دریا را؟ مولانا میگوید ماها مثل ماهیان هستیم در دریای الوهیت، در بحور الوهیت هستیم، و از بس عادت کرده ایم به آب دریا که گمان میبریم اصلا آبی وجود نداره. وجود خدا همچنین است. یا من هو اختفال فرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. ملا هادی سبزواری، حکیم متعلق سبزواری میگوید که ای کسی که مخفی هستی از فرط نورت، ظاهر هستی و باطن هستی، ظاهری به نورت ولی از بس نورت روشن است همه جا را گرفته است که باطن هستی، دیده نمیشه. این ماهیان، ماها ماهیانی هستیم که در دریای الهیت شنا میکنیم اما بیخبریم از آب. کی میفهمیم؟ آن وقت که از آب بیرون افتادیم، وقتی مردیم تازه میفهمیم که چه بوده است. ما در آب بوده ایم و نمیدانستیم. اکنون بیا قدر این آب را بدان. نه، کدام آب؟ آبی وجود نداره. تا نمیرم متوجه نخواهم شد و تا بمیرم دیگر فایده ندارد. توجه بعد از مردن دیگر چه فایده دارد؟ قصه عجب پارادوکسیکال است. تا از این دنیا نروم، از عالم معنا و از بحر وجود الهیت بیخبرم، و تا نرفتم، تا نرفتم بیخبرم، وقتی بیخبر میشم که رفتم دیگر فایده نداره. اولیا و انبیا آمدن، آن ندای آسمانی را که در آن غزل با هم مرور کردیم، آن ندای آسمانی را میدهند که بدانید شما در دریایید، دریا را بشناسید، در حضور حضرت الله هستید، این را بشناسید، غنیمت بشمرید.
اما کو گوش شنوا. گوش ها پهن است اما بیدار نیست. گوش ها خیلی پهنه، گوش های بزرگی داریم اما بیدار نیست. صدا می آید ولی ادراکی وجود نداره. این نداها از آسمان می آید، به همه ما می رسد ولی ما بی توجهیم. موسی گفت یا رب آنها که اهل گنج بودن می شناختند و می دانستند و ماهی دریا را چون نداند. ماهی چگونه دریا را نشناسد و دیده روشن آفتاب را چون نداند. این آفتاب را چگونه نشناسد نداند. و توتی ربانی شکرستان بی نهایت را چون نشناسد. توتی که ربانی است آن شکرستان را چگونه نشناسد. بلبل آسمانی گلستان خلق الورد الاحمر من عرقی را چون نداند. بلبلی که آسمانی است قدر گل را چگونه نمیداند. مشهور است که قدر گل را بلبل فقط میداند در چمن. خلق الورد الاحمر من عرقی، این روایتی است از حضرت رسول صلوات الله علیه، از آن روایت های بسیار عجیب است که حال نظرات متفاوتی داده. پیغمبر فرمود که خلق خلق شده است، ورد احمر گل سرخ از چه چیزی آفریده شده؟ من عرقی، از عرق بدن من گل سرخ ساخته شده است، آفریده شده است. سخن در نهایت حکمت است، در نهایت عظمت است و شاید جلسه خاص می‌خواهد که ما به این بپردازیم، راجع به این روایت از حضرت رسول سخن بگوییم. از آن روایت‌های اعجاب انگیز است و خیلی عجیب است. پیغمبر فرمود که گل سرخ از عرق من ساخته شده و آفریده شده است. در مورد حضرت رسول چیزهایی میگویند آنهایی که عرقشان بدبو بوده است. از معجزات هزارگانه حضرت رسول این بوده که عرق او بسیار خوشبو بوده، عرق او معطر بوده است، برخلاف سایر انسان‌ها که عرقشان بدبو هست و انسان‌ها را می آزارد، عرق ایشان بسیار خوشبو بوده. این جزء آن منقولات است از سیره و صورت حضرت نقل شده است. من چون بنا دارم که اندکی سریع‌تر بروم، از توضیح این عبور می‌کنم. انشاءالله روزی پیش بیاید به مناسبتی این رو ما تشریح کنیم. بسیار سخن عجیبی است. بلبل آسمانی گلستان خلق الورد الاحمر من عرقی را چون نداند. و بر رخسار گل خوش ازار بلبل چون سرمست و بی خود نشود. و از آن مستی نطقش چون به جوش نیاید و بی خود هزار و یک نوای گوناگون نسراید. اینها که معلومه چیست. بر هزار و یک پرده که این پرده به آن نماند. ای بلبل عشق ابدی، این هزار پرده و یک پرده از کدام مغنی آموختی؟ میگه ای بلبل این نغمه ها رو از کجا آموختی؟ مولانا معتقد است این نغمه ها رو ما در ازل آموخته ایم، در عالم ملکوت آموخته ایم. عالم ملکوت پر از موسیقی است. اصلا موسیقی از عالم ملکوت می آید، نقش های زیبا از عالم ملکوت می آید، همه چیز سما از عالم ملکوت می آید، همه صداهای خوش از عالم ملکوت می آید، همه نورهای زیبا، همه زیبایی از عالم ملکوت است. خود آن عالم ملکوت هم سایه از عالم جبروت است و آن هم تجلی از عالم لاهوت است. هزاران هزار بار کوچکتر، مختصرتر، خلاصه‌تر شده است. از کدام مطرب تعلیم کردی؟ ای بلبل چگونه تو توانستی این همه غریزی دیگه، این هم ما بخواهیم مثلا دستگاه‌های موسیقی را بشناسیم و بخوانیم، باید یه سالیان متمادی نزد استاد برویم، دقت کنیم، هوش به خرج دهیم. این بلبلان همچنان این نغمه ها را می‌خوانند.
بلبل میگوید از آن مادر که من زاییدم همه دانا و استاد زایند. اصلا همه دانا زاده میشوند آن مادر که من دارم. علم مادرزاد دارند، عقل مادرزاد دارند. این در مورد انبیا و اولیا هست. کسانی که میگویند پیغمبر از کجا میدانست، آن مادر آنها به گونه دیگری بوده است. مادر آنها خود خداوند بوده است. من از نر و ماده بشریت نزاییده ام. خیلی زیباست. به حقیقت از مادر عشق گل زاییده ام. عشق گل باعث شده من از مادر عشق زاییده شدم، از مادر عشق گل زاییده شدم، بنابراین خود به خود من بلبلم و سخنها و نغمه ها خواهم خواند. عشق من مادرزاد و عقل من مادرزاد. من امیم، من امی هستم. و بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ولو کانوا من قبل لفی ضلال مبین. امیم، میفرماید امی دو معنی دارد. یکی آنکه نانویسنده بود و ناخواننده و اغلب از امی این فهم میکنند. مولانا خیلی اینجا تفسیر میکند، میگه امی یعنی کسی که نانویسنده باشد. و ما تخطو به یمینک، قرآن گفت که تو قبلا به مکتب نرفتی و با خط ننوشتی. اذن لرتاب المبت، اهل باطل آن وقت شک میکردن. امی رو ما بارها گفته ایم، بی سوادانی آمدن گفتن امی یعنی بی سواد. گفتن پیغمبر بی سواد بوده. ای بی سواد، خودت بی سواد. هرچند در هزار تا تفسیرم نوشته باشن، هرچند یک مفسری بیاید بگوید پیغمبر بی سواد بود، چه مزخرفاتی سرهم کردند. کسی که علم لدنی دارد، این سواد خواندن نوشتن مگر چیست که نداند؟ طبق تصریح قرآن هم میفرماید که تو با دستت ننوشتی. پیغمبر کاملا سواد داشت، کاملا علم لدنی داشت، خیلی از چیزها رو میدانست که دیگران نمیدانستند، اما با دستش نمینوشت که شک کنن که این قرآن رو خودش با دستش نوشته. و نمیخوان، به مکتب هم نرفته. میگه نانویسنده بود و ناخواننده و اغلب از امی این فهم میکنه. مولانا میگه امی میفهم، میگن که کسی که نانویسنده و ناخواننده بود، مکتب نرفته، خط ننوشته. اما به نزد محققان امی آن باشد که آنچه دیگران به قلم و دست نویسند، او بی قلم و دست بنویسد. امی از ام است، مادر. در قرآن هم داریم ام القرا. امیین یعنی کسانی که از امی ها هستند، یا آنچنان از مادر پاک زاییده شده اند، اینها مانند آن زمانی هستند که از مادر پاک زاییده شده اند تا آخر عمرشان پاکند، مانند کودکی که پاک زاییده شده، پاک زاده شده و تا آخر پاک است. و دیگر آن که بگوییم که منصوب به ام القرا هست، خب این مناسب تره. آن وقت مکه رو میگفتن ام القرا، ام قرا بود، مادر قریه ها بود. و اصلا فل امیگین هم نشان میده که منظور مثل اینکه میفهمن فل مکیگین، خداوند در میان مکیان کسی را منهم از خودشان برگزید. و آنچه دیگران از بوده و گذشته حکایت کنند، او از غیب و آینده و نابود و ناآمده حکایت کنند. آنها که درس خواندن از گذشته حکایت میکنند، تاریخ میگویند، تاریخ را خواندن میگویند، او از آنچه که در کتاب ها نیست، از آینده و آنچه که خواهد آمد سخن میگوید. بوده بیند هر آن که جانور است، آن که نابوده دید او دگر است. کسی که جانور که به غلط جانور خوانده می‌شود، جانور یعنی کسی که جان دارد، جا
جاندار، حیواناتی که جان دارن بهش میگن جانور. کسی که جان دارد، کسی که روح دارد، او بوده را میبیند، آنچه را که هست میبیند. آنکه نابوده دید، آنچه که عدم را میبیند و نبود را میبیند، او دیگر است، او کسی دیگری است، برتر از مقام جانوری است. ای محمد، تو امی بودی و یتیم بودی، پدری و مادری نبود که تو را به مکتب برند. اصلا اولا مکتب نبود در آن زمان، ثانیا پدر و مادری نداشت که او را به مکتب ببرند. پدری و مادری نبود که تو را مکتب برند و خط و هنر آموزند. این چندین هزار علم و دانش از کجا آموختی؟ هرچه از بد و وجود و آغاز هستی در عالم آمد، قدم قدم از سفر او حکایت کردی. میگه ای رسول، از تو از زمانهای قبل پرسیدیم، همش رو جواب داد. پیامبر از چیزهایی جواب داده است که هیچ کس تا حال، هیچ تاریخ نگاری از آن جواب نداده است. از آسمانها پرسیدن، جواب داد. از درون زمین پرسیدن، جواب داد. و همش اتفاقا الان درست است. از هر چه که پرسیدن ایشان جواب داد. میگه ای رسول، تو که مکتب نرفتی، اینها رو از کجا آوردی؟ از سعادت او و از شقاوت او خبر دادی، گفتی فلان خوشبخت است، فلان بدبخت است و چنین شد. از باغ بهشت درخت درخت نشان دادی، درخت درخت گفتی این درخت بهشت است، فلان است و فلان است، این درخت ها رو، این سدرت المنتهى است، این کذا و کذا است. و تا حلقه های گوش حوران، که حلقه های گوش حوران چگونه بوده است، گوشواره های حوران چگونه بوده است، شرح کردی و از زندان دوزخ زاویه زاویه، هاویه هاویه حکایت کردی. زاویه زاویه یعنی گوشه گوشه از دوزخ گفتی، و هاویه هاویه یعنی آتش های فراوان که در معمولا در چاه جمع می شود، چاه های پر از آتش رو هاویه می گفتن. کلمات قرآنی است که همه آشنا هستید. تا منقرض عالم و آخر ابد که او را آخر نیست، درست گفتی، آخر این همه از که آموختی و به کدام مکتبت؟ تا منقرض عالم، تا زمانی که عالم انقراض پیدا کند، همش رو گفتی. از ابد گفتی تا ازل که عالم از بین برود، اینها را از کجا گفتی؟ به کدام مکتب رفتی؟ از پیغمبر سوال کردم. گفت چون بی کس بودم و یتیم بودم، آن کس بی کسان معلم من شد. چقدر زیباست. گفت چون بی کس بودم و یتیم بودم، آن کس بی کسان معلم من شد. مرا تعلیم کرد که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان. الرحمن مربی من الرحمن بود، حضرت رحمان بود. الرحمن علم القرآن، آموخت قرآن بود. و اگر از خلق بایستین علم را آموختن، به صد سال و هزار سال نتوانستم یادم. هزار سال، هزاران سال عمر داشتم، نمیتوانستم این همه علم که دارم از مردم بیاموزم. و اگر بیاموختمی، علم آموخته تقلیدی باشد. علم تقلیدی به درد نمیخورد. این علم هایی که ما داریم، علم همش علم های تقلیدیه. میگیم فلان کس چنین گفت، بهمان چنین گفت، این که علم نیست. فلان کس این نظریه داد، فلان کس این نظریه. پس کی ما خودمان نظر میدهیم؟ مولانا به علم تقلیدی بسیار میتازد و همه علوم رو علوم تقلیدی میداند، فلسفه رو علم تقلیدی میداند، علوم تجربی رو علم تقلیدی میداند. و چنین هم هست. شما در دانشگاه ها چه میخوانید؟ در بالاترین مدارس چه میخوانید؟ علوم تقلیدی میخوانید، نظریات دیگران را میخوانید. چند نفر از دانشگاهیان ما، اساتید ما، نظر جدید ارائه میدهند؟ چند درصدشان تولید علم میکنند؟ چند درصدشان گلی به سر جهان دانش میزنند؟
چه حرف تازه‌ای دارن بزنن؟ هیچ. همه فقط تقلید گفته‌های دیگران. این اگر هم می‌آمدن اینها علم تقلیدی بود. مقالید آن به دست او نباشد. ولله مقالید السماوات و الارض. مقالید به معنای کلیدها هست. و مقالید آن خیلی تقلید و مقالید رو با هم آورده که خیلی زیباست. مقالید آن به دست او نباشد. میگه لله مقالید السماوات. کلیدهای آسمان ها و زمین آیه قرآن است. به دست خداوند است. بر بسته باشد بر رسته نباشد. علم رو بستن به او. یک حافظه قوی دارد. هی علم رو داخل در مغزش کردن. که کاری نداره. الان هاردهایی هستند در جهان که می توانند به اندازه میلیاردها انسان در هارد کوچک خودشان ذخیره کنند. چه فایده ای دارد این علم بربسته؟ مگر نمی شود کل دانش های یک نفر رو می توان در یک مثلا مگابایت آورد. حالا شما مثلا عکس رو هم تصویر رو هم مثلا دانسته بدانید، حال نهایتاً یک ابر کامپیوتر میتواند همه آنها رو داشته باشد. خب که چه فایده ای دارد؟ اینها بربسته است، بر رسته نیست. بسته اند این علمی که ببندن، علمی که بگویم فلان فلان کس گفت و فلان فلان کس گفت که فایده نداره. مفسرین ما تفسیر میکنن، فلان کس چنین گفت، فلان کس چنین گفت، فلان کس چنین گفت، تمام شد. آقا خود شما چه میفرمایی؟ هیچ، من حرفی ندارم بزنم. حقیقت علم و جان علم نباشد. نه، میگه بربسته باشد بر رسته نباشد، نقش علم باشد. حقیقت علم و جان علم نباشد. همه کس بر دیوار نقش تواند کرد. هر کسی میتواند در دیواری نقشی بیندازد که سرش باشد عقلش نباشد. هر کسی میتواند، یه بچه هم میتواند یک دایره بکشد، دوتا چشم و یه ابرو و این دوتا ابرو و بینی و اینها بگذارد، میتواند. هر کس، همه کس بر دیوار نقش توان کردن که سرش باشد عقلش نباشد، چشمش باشد بیناییش نباشد. سر دارد اما عقل ندارد در آن سر. چشم می کشد برایش اما آن چشم نمی بیند. خیلی زیباست، خیلی توجه باید کرد. میگه به چه درد می خورد چشمی که بینا نباشد، سری که عقل نداشته باشد. دستش باشد عطایش نباشد. در دیوار عکس یک نفر را کشیده، دست دارد اما عطا ندارد، بخشش ندارد، جود ندارد. به چه درد می‌خورد؟ آن نقش دیوار است. سینه اش باشد اما دل منورش نباشد. سینه ای برای می‌کشند ولی دل، قلب منور و پاک نداشته باشد. به چه درد می‌خورد؟ شمشیرش به دست باشد اما شمشیرگذاریش نباشد. یک شمشیر عکس بکشند، شمشیر به دستش بدن، این شمشیر بی خاصیت هست. میگه علم هایی که هست مانند آن نقش هاست، مانند این علم های تقلیدی بر اساس آنه. شمشیری کشیده اما این شمشیر بیهوده هست. در هر محرابی صورت قندیل کنند اما چون شب در آید یک ذره روشنایی ندهد. این محراب ها مشهور بوده که قندیل نور رو میکشند، شب باشد هیچ نوری نداره، جایی که نقش قندیل است، خود قندیل نیست. بر دیوار نقش درخت کنند اما چون بیفشانی میوه فرو نیاید. نقش دیوار میکشن ولی وقتی تکانش میدهی میوه نمیاید. اما آن نقش دیوار را اگرچه چنین است بیفایده نیست. میگه باز هم آن نقش بهتر از عدم نقش است، باز بیفایده نیست. از بهر آنکه اگر کسی در زندانی زاییده شد، ببینید چه زیبا میگه، جمعیت خلقان ندید و روی خوبان ندید. مردم را ندیده، کسی در زندانی زاییده شده، مردم را ندیده، روی خوبان ندید، چهره های زیبا، جمال های پری چهره ها را ندیده است، زیبا روان را ندیده است،
در آن زندان بر در و دیوارهای زندان اگر نقشها بیند و صورتهای خوبان بیند و شاهان و عروسان بیند و صورت تجمل پادشاهان و تخت و تاج بیند و صورت بزم و مجلس صورت مغنیان و رقاصان بیند، از آنجا که الفت جنسیت است باز پرسد و فهم کند که بیرون این زندان عالمی است و شهرهاست و چنین صورتهای زیباست و چنین درختان میوه دارند که اینجا نقش کرده اند. آتشی در نهاد او افتد که چنین چیزها در عالم هست و ما زنده در گور مانده، و این نعره برآورد و به اهل زندان گوید ای قوم از این سرای حوادث حذر کنید، خیزید سوی عالم علوی سفر کنید، جان کمال یافته در قالب شما وانگه شما حدیث تن مختصر کنید. یک جان تکامل یافته در درون شماست، شما آمدید سخن از بدن مختصرتان میکنید. عنایت فرمودید، میگه کسی زندانی هیچ چیزی را ندیده، نه پادشاه دیده، نه زیبارو دیده، نه مجلس بعض دیده، نه مجلس، هیچی ندیده است، اما در دیوار این زندان این نقش ها را کشیده. او بر اساس جنسیت میبیند که آن هم آدم است که کشیدن، این هم آدم است. میگوید پس در بیرون از اینجا چنین چیزهایی هست، و یادش به هندوستان میرود، فیلش یاد هندوستان میکند، توتیش یاد شکرستان ازل و ابد میکند. میگوید ای کاش من هم در این زندان نبودم، در آن بزم شاهانه و در آن موسیقی و رقص و هزاران زیبایی در آنجا شرکت می‌داشتم. میگه ما هم چنین هستیم، ما در این عالم داریم فقط عکس رو می‌بینیم، همان نظریه مثل افلاطونی، سایه ها رو می‌بینیم و چیز دیگری را در اینجا ما شاهد نیستیم. عیسی نشسته پیش شما وانگه از صفه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. خیلی زیباست. میگه عیسی در کنار شما نشسته، شما آورده خر عیسی، آن هم راجع به خر عیسی، نه سم خر عیسی رو بندگی میکنید. مسیحیان زیارتگاهی دارن در ایتالیاس گویا که یک سم خری را آنجا گذاشتن و میگویند که این سم خر حضرت عیسی. میروند برخلاف اینهایی که مثلا به ما خیلی اشکال میگن که شما این مزاجع متبرکه رو نمیدونم تبرک میکنید، دست میزنید، آنها رو مقدس میدانید و اینها طلا هستن، اینها نقره هستن، اینها حقیقت ندارن. آنها میروند و آنها رو، تمثال ها رو، این مسیحیان میروند عکس های حضرت عیسی رو، عکس های حضرت مریم دست میکشن بر رویشان و در مقابلش تعظیم میکنن، همشان چنین میکنن، چون این رو، این عکس رو نشانی از آن عالم بالا میدانند. ایشان میگوید شما عیسی در کنارتان نشسته، روح همان عیساست، روح ما همان عیسی تن ما و عیسی وجود ما، ما آمده ایم به فکر ناخنمان هستیم، به فکر قیافه من هستیم، به فکر چیزهای دیگر هستیم، به فکر لباس من هستیم. دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. واقعا دلتان میاد که شما بیایید و بنده سم خر باشید، سم خر هر چند حضرت عیسی باشید. ای روح های پاک در این توده های خاک، تا کی چو حس اهل سقر مستقر کنید. اهل سقر یعنی اهل دوزخ. شما تا کی استقرار پیدا می کنید در حس اهل دوزخ؟ دیر است تا دمامه دولت همی زنند، ای زنده زادگان سر از این خاک بر کنید. خیلی وقت است که دمامه دولت می زنند. دمامه یعنی آن طبل خاصی که، طبلهای بسیار بزرگی که پادشاهان می زدند. میگه دمامه دولت رو دارن هر لحظه می زنند. ای زندگان، ای زنده زادگان
سر از این خاک بر کنید ای محبوسان جهان نادیده. شمایی که محبوس هستید جهان را ندیدید، فقط با عکس‌های جهان آشنا هستید، چاره ای نمی کنید. آخر بنگرید در این صورت‌های خوب و در این عجایب‌ها، آخر این نقش‌ها رو حقیقت‌ها باشد که هیچ دروغی بیراست نیست. مولانا معتقد است هیچ چیزی که دروغ هست حتما یک راستی در اون آن هست، هر دروغی بهره ای از راستی داره. سخن روشنی است. اصلا دروغی که بهره ای از راستی نباشد وجود ندارد در جهان. به امید آن گوینده که شنونده، وقتی آن را به جای راست قبول کند که راست را بداند. وقتی شخص راست را میداند دروغ میگویند که او چون راست را میداند همه راست را نمیداند، قسمتی از راست را میداند بقیه رو گمان دروغ رو میپذیرد، چون اندکی از دروغ راست است. سخن عجیبی است. راستی دیده باشد تا این دروغ را به جای آن قبول کند. اول راستی را دیده تا این دروغ را. شما مثلا دلار 75 دلاری تقلبی تا حال دیده اید؟ ممکن است اتفاق بیفتد. یا مثلا 35,000 تومانی تقلبی، 70,000 تومانی تقلبی، ولی تا دلتان بخواهد 100,000 تومانی تقلبی وجود دارد، تا دلتان بخواهد 50,000 تومانی تقلبی وجود دارد. چرا؟ تقلب از چه به وجود؟ 100 دلاری تقلبی همه جا هست، از کجا به وجود آمده؟ یک اصلی دارد که این فر رو، این تقلبی را بر اساس آن می سازن. یک راستی وجود دارد که این دروغ را بر اساس آن می سازن. درم قلب را بدان طمع خرج کردن که مشتری آن را به جای نقره خالص بگیرد. قلب کردن، تقلب کردن، اندکی نقره زدن، چون او نقره را می شناسد درهم تقلبی که پول نقره هست رو به شخص می فروشن. و وقتی گیرد که این مشتری خالصی دیده باشد، قبلا یک درهم خالص دیده است و این تقلبی را به جای آن می گیرد تا این را به بوی آن قبول کند. اگر او اصلا درهم رو ندیده در عمرش، در عمرش یک سکه طلا ندیده است، کسی حتی جعل هم کند به او بدهد میگه این چیه، بردار ببر. اما اگر کسی سکه طلای واقعی را دیده باشد، یک سکه طلا که شبیه او هست و تقلبی هست، او را خواهد پذیرفت. عنایت می‌فرمایید. مولانا معتقد است که تمامی دروغ‌ها در جهان و در دنیا حاوی یک حقیقت است. اصلا هیچ دروغ مطلقی در جهان وجود ندارد. به خاطر همین هیچ باطل مطلقی هم در جهان وجود ندارد. عنایت بفرمایید. حق مطلق است، اما باطل مطلق نیست. باطل نسبی است. هیچ باطل مطلقی در جهان وجود نداره. هر باطلی نشانی از حقیقت در درونش هست. هیچ دروغ کاملی وجود ندارد. هر دروغی درونش یک حقیقتی هست، یک وجودی هست. هر جا دروغی بود راستی باشد و هر جا قلبی باشد خالصی جنسان باشد و هر جا خیالی بود حقیقتی باشد. این تکه را هم سریع بخوانم و تمام بکنیم که مطلب تمام شود. اکنون این صورت‌ها و خیال‌ها که بر این دیوار زندان عالم فانی است که می نمایند و محو می شوند، با چند هزار کس در عالم دوست بودی و خیش پنداشت. میگه این نقش‌ها را که می بینی، بعدش میگید این فلان کسه، این فلان کسه، این من هستم. این عکس‌ها به نظرتون آشنا میاد. ما هم در اینجا در این دنیا با هم آشنا هستیم، هم دیگر رو میبینیم، همان نقش ها هستیم، همان تصویر ها هستیم که میگم بله من فلانی رو 20 سال پیش دیدم. همان نقش هایی است که دیده ایم. ما انسان ها رو میبینیم. ما همه مانند نقش هایی هستیم بر دیوار زندان دنیا. این دیوار زندان دنیا رو میبینیم و ادراک میکنیم. بعد میگم من فلانی رو میشناسم. از کجا میشناسیم؟ عکسش رو قبلا دیدیم. اکنون این صورت‌ها و خیال‌ها که بر این دیوار زندان عالم فانی است که می‌نمایند و محو می‌شوند، نشان داده می‌شوند و می‌روند،
با چند هزار کس در عالم دوست بودی و خیش پنداشتی و رازها گفتی. میآیند با تصویر دیگر، دو مرد کنار هم نقش تصویر شدند. یکی میآید با او رازش را در میان میگذارد، یکی با هزار نفر دیگر سخن میگوید. داستان اسباب بازی ها رو همه توی استوری رو همتون دیدید دیگه، مثل همون یک چیز غیر واقعی، ولی همه دارن با همدیگر ارتباط دارن، همه با همدیگر رو میشناسن، همه با همدیگر سخن میگوین، یکی دروغ میگوید، یکی راست میگوید، همه چیز در آن هست. عشق هست، نفرت هست، جنگ هست، همه چیز در اون آن هست. مثال همان نقشه هاست، همین کارتون هایی که هست، همین چیزهایی که ما میبینیم، انیمیشن هایی که میبینیم، اینها چیز نه، همه صورته. اگر در زمان مولانا بود حتما به اینها اشاره میفرمود. در آن زمان انیمیشن وجود نداشت. شما میبینید که یک تصویری هیچ است، ولی میآید با هم یک قصه میسازد و شما باور میکنید، اینجا به عنوان یک حقیقت باور میکنید. میدانید که دروغ است، میدانید که شیری شاه نشده است، اما این تصاویر را میبینید پی در پی و باور میکنید. و وقتی یک تصویر میمیرد ناراحت میشوید. فیلم هم چنینه، فیلم میسازن، وقتی قهرمان الکی، میدانیم الکی میمیرد، میدانیم که مثلا گلوله الکی به او خورده است، میافتد، ما گریه میکنیم، وای فلانی رو کشتم. فردا میبینیم که آمده فیلم خودش رو داره در سینما تماشا میکنه. میبینیم و نمیبینیم. این نفهمی بشر عجب چیزیست، عجب چیزیست این نادانی بشر. این صورتها را میبیند، با صورتها عشق بازی میکند، مهر میورزد، با صورتهای کارتونی عاشق صورتهای کارتونی میشود، صورت های انیماتوری می شود. همین است. اکنون این صورت ها و خیال ها که بر این دیوار زندان عالم فانی است، که می نمایند و محو می شوند، با چند هزار کس در عالم دوست بودی و خیش پنداشتی و رازها گفتی، اینک نقش از ایشان رفت. بر گورستان سنگهای لحد برو، بر گورستان، به گورستان برو، سنگهای لحد برگیر، به یک گورستان برو، سنگهای لحد، لحد اون پایین تن سنگ، سنگهای بیرونی رو نمیگه، سنگهایی که درون است، در لحد است، در اون قسمت تنگ و تاریک است، آن سنگها را بردار، کلوخهایشان را میبین، نقشا محو شده. میگه من میگویم این نقشا محو میشود، شک میکنی؟ نه، برو محل عبرتی است. گفتن که به قبرستان، گفتن خیلی شاد هستید بروید قبرستان زیارت اهل قبور، خیلی غمگین هستید بروید قبرستان زیارت اهل قبور. دوای درد انسان ها رو گفتن علمای عارف. برو ببین، اگه خیلی شاد هستی برو ببین آخرت چیست، خیلی غمگین هستی بگی خب آخرش اینه، من چرا غم بخورم، چرا قصه بخورم وقتی آخرش اینه، دنیا به چه کسی وفا کرده است. برو این استخوان‌ها را ببین، هیچ ایرادی ندارد. کلوخ‌هاشان را میبین، نقش‌ها محو شده. میبینی اصلا محو شده، نقشی دیگر نیست. شما نمیدانی این جمجمه یک زن است، مرد است، چگونه است. یقین دان که آن نقش‌های خوب، آن خوب رویی بوده است، آن پری چهره‌ای بوده است، آنجا خوابیده است، اکنون هیچ صورتی ندارد. پس بدان که این صورت‌ها اعتباری است، دل بر این صورت‌های آینه‌ای و نقشی نبند، دل بر این نقشه های این جهانی نبند، عکس آن نقش هاست که بیرون زندان دوستان است. اینا عکسن، حقیقت را ببینی جای دیگری است. الباقیات و سالهات خیر،
بهترین چیز باقیات و سالات است. آنچه باقی میماند البته ساله از نیکی ها. کجایند این صورت های باقی؟ عند ربک، نزد رب تو هستند، نزد آن کسان که رب توست که دم به دم تربیت های او به تو میرسد. او رب است. آیا وقتی زنده هم رب است بعدن ربوبیت را فراموش میکند؟ نه، اتفاقا رب این است. مربی چه میکند؟ انسان رو تا غایت میبرد. ربوبیت این است که انسان رو به نهایت درجه برساند. آن رب مرا از کودکی پرورده، جوان کرده، پیر میکند، میمیراند، پیر کرده، میمیراند، بعدش چه اتفاقی میفتد؟ در آن عالم ربوبیتش ادامه دارد. ربوبیت مگر قطع میشود؟ مرا به گونه دیگری تربیت میکند. بنابراین کسانی که از مرگ میترسند یا مرگ را بد میپندارند، اینها جاهل به تمام معنی هستند، چون آن طرف را نمیدانند چه خبر است. تربیت های او به تو میرسد. او رب است. ربوبیتش که فراموش نمیشود. شرح این دراز است، بیا تا کوتاه کنیم و این زندان را سوراخ کنیم. نقش ها را که دیدی، این زندان را سوراخ کنیم و به آنجا رویم که حقیقت این نقش هاست. یک نقبی بزنیم ببینیم بیرون این زندان چه خبر است. بیرون این زندان ناسوت ملکوت است، دشت در دشت زیبایی، جنت در جنت، سرور و بهجت و شادی. این نقش هاست که ما بر آن عاشقیم. ما عاشق این نقش ها شده ایم. چون آنجا باز رویم موساوار در آن آب حیات غوطه میخوریم، ماهیوار با آن دریای حیات میگوییم چرا موج زدی و ما را به خشکی آب و گل انداختی. وقتی به دریای الوهیت رسیدیم به دریا میگوییم آخه چرا ما رو پرت کردی و به ما که ماهی بودیم چرا ما را به خشکی ناسوت، به خشکی این دنیا انداختی؟ این چون این رحمت که تو راست، چنان بیرحمی چرا کردی؟ تو که رحمان و رحیم بودی چرا بیرحمی کردی ما را در ناسوت انداختی؟ ای بی رحمی تو شیرین تر از رحمت های رحیمان عالم. جواب می فرماید کن تو کنز مخفی گن احباب تو ان اورف. من کنز مخفی بودم، دوست می داشتم شناخته شوم، گنجی بودم پنهان در پرده غیب، در خلوت لامکان از پس پرده های هستی، خواستم تا جمال و جلال مرا بدانند و ببینند که من چه آب حیاتم و چه کیمیای سعادتم.